بفرم. بله، از ستونپایه های توتالیتاریسم یکیش انحصار دانش و فن بود که تا ماه مه مقداری از این بحث رو دنبال کردیم و از ماه ژوئن تا حالا به تأخیر افتاد. خب حالا برای اینکه شما ذهن شما سابقه پیدا بکنه عرض میکنم که راجع به این که دانش و فن، علم و فن از روزگار قدیم، یعنی عصر فرعونیت هم توتالیتاریسم او بر این مبنا متکی بود که دانش در انحصار دستگاه روحانی بود که این رو خدا فرعون رو به عنوان خدا میپرستاند. جمهور مردم دانشی نداشتند، مثلا همین اهرام که میبینی ساختن، اینا فن و دانش در انحصار دولت قدر فرعون به دستگاه او بود. و خب ها امروز هم میبینن که این خیلی پیشرفته بودن در فن و همینطور در محاسبات ریاضی و اینا دیگه، با خیلی با دقت کار کردن که این اهرام چند هزار سال الان تمام آوردن و حالا هم مایه تحیر انسان هم. حالا آقای فوکو گفته که اونایی که حاکمن بر اون مردم اگر سطح دانششون بیشتر از مردم باشه اونا میتونن حکومت کنن، اما اگر زمانی برسه که سطح معلومات عمومی بالاتر از اونا بشه وقت حکومتشون ناممکن میشه. خب این رابطه هست بین از دید و بین دانش و فن حاکمان و مردمی که تحت اون حاکمیت هستن. در مورد ایران میگفتم به این که رژیم رضاخانی تا کلاس شش ابتدایی قابل تحمل بوده، پسرش تا دیپلم، یعنی وقتی کسی وارد دانشگاه میشد دیگه این رژیم رو قابل تحمل نمیده. ما الان مثل که در این با این کودتای ملتاریا برگشتیم به اون از شش هم پایین تر، چون الان بیشتر خرافه ها و اینها رواج دارن، غیر علانی ها رواج دارن. گرچه ما الان تعداد دانشجویانی که در کشور هست قابل مقایسه نیست با اون دوران، الا اینکه یک تفاوت مهمی رو فوکو ازش غافل بود، اون این که دانش و فن ولو هم جامعه سطح دانش و فنش بالاتر برود سبب نمیشه که اونا که سطح دانش و فنشون کمتره اونا برشون حکومت نکنه، چنانکه مثلا بر همین امریکا آقای ریگان رئیس جمهور شد. همه میدونیم که این معلومات نداشت، یا همین آفیسر آقای بوش. خب این چرا اینجوره؟ اون این دلیلش اینه که اگر اون به اندیشه راهنمای جامعه اوست که به علم و فن کاربرد میده، اگر اون در کار نباشه و اون جامعه نتونه به این دانش و فن کاربردی بدهد، برای اینکه که مثلا من ایرانی، من شهروند ایرانی حالا که دانش و فن رو دارم میتونم اینجور زندگی کنم. خود دانش و فن
نمیتونه ارزش گذار باشه، بگه چه چیز خوبه چه چیز بده. به معنی که اینجا خواست این کار بکنه، خودش میشه ایدولوژی دیگه. اولا رشد خودش از بین میبره، چون مثلا فرض کنید مثل همین قضیه این دستورهای پزشکی میشود که ببینید یه زمان میگن که مثلا فلان ماده را اگر بخورید او این معجزات دارد چه و چه و چه، یه چند سال میگذره میگن و همش بی خود بود، حالا اگر فلان چیز بخورید فلان نتیجه رو دارد. خب اگر این خودش میشد مرا و میگم مثلا با استناد آهن دارد و اگر بخورید سر بدن شما همش میشه پولاد، این دیگه نمیتونست خلاف این رو اجازه بده، چنانکه ما آزمودیم دیگه در استالینیزم اینا رو بشر آزمود. آقایان مدعی شدن نظریه که اینها ازش پیروی میکنن علم خالیه، خالصه. دیالکتیکشون هم به توضیح دهنده هستی است از آغاز تا پایان. پس هر چه خلاف اون علم میخواست بگوید سانسور میشد. اینه که خطرناکترین کارها این علم بشه ایدئولوژی مرام بشه. اولا خودش از روش میمونه، ثانیا سانسور چه میشود، ثانیا یک توتالیتاریزم میسازه از نوعی که ما در آلمان هیتلری و روسیه استالینی دیدیم. حالا ما از آزه حالا علم رو بیاریم در مقیاس فقه و هم در ایران میدیم. پس یه اندیشه راهنما میخواد که اون بگه که این علم رو چگونه باید بکار برد. در حال حاضر درسته که در ایران دانشجو خیلی زیاده، اما اون زمانی که شاه سلطنت میکرد عصر اصطلاح ایدئولوژی ها بود و اون مرام هایی که جوان ها در سر داشتن به اونها امکان میداد که به علم کاربردی بدن. مثلا بگن که ما چون دانشجوی فرض کنید دانشگاه دیده میگوید من چون این دانش و فن رو آگاه هم میدانم که اگر دولتی با این مرام بر کار بیاید این میتونه ایران رو چنین چنان کنه. خب حتی اون طرز فکرهای اسلامی هم اینها بعد آمدن گفتن که علم چیز مزخرفی است، ولی اون زمان همشون مدعی بودن که نخیر، اولا تمام این اسلام با علم مو نمیزنه. یادتون هست که اون دوره تطبیق بود تا مثلا اینجا تئوری داروین در ایران مثلا کتاب در می آمد که بعد این در قرآن آمده بفرمایید اینجوری، این فرموده که این اول این بود اون آخر شد آدم. پس این با تئوری داروین می خونه. مثلا می گفتن که معلوم شده که این بیگ بنگ شده بود، انفجار بزرگ شده بود، اینجور تحول شده بود تا زمین در فلان زمان به دنیا آمده بود. این دوره ها رو طی کرده در جا در می آوردن که فلان آیه و کذا این میگوید یعنی اینجور دوره اینجوری بود. اعجاز قرآن، علم تصدیق کرد اعجاز قرآن، این مد بود اون زمان. بنابراین اگر فرعون پلوان مردم عادی و در دوران هیتلر که مردم سطح عمومی معلومات جامعه آلمانی از آقای هیتلر بیشتر بود، با این حال هیتلر بر اون جامعه حاکم شد. درس خونده های روسی هم از آقای استالین بیشتر بود. معروفه که وقتی زبانش باز می‌کرده در مثلا جلسات حزبی، تروتسکی بهش میگفته که رفیق استالین شما بهتره که دم فرو ببندی، مو شغلک مثلا این کار تو نیست. ولی خب ایشون شد رهبر
زحمتکشان جهان با اون القابی که میده. اینه که بسیار مهمه چرا این جامعه پذیرفته بود اینو؟ برای تو جامعه اون شخص رو نمیبینه و معلوماتش رو، اون میبینه میگه این مرامی که این طبق این مرام این دانش و فن باید به کار برود، این به نفع من زحمتکش مثلا روسیش، به نفع من کشاورز روسیش، به نفع من مثلا قشهای مقول این مارکسیست ها خورده برجوهای روسیست. حالا این تشخیص صحیح بود یا نه، این تجربه بعد معلوم کرد که تشخیص صحیح هم نبود، ولی خب جامعه این تشخیص میداد. پس مهم نمیدونست که این حاکمان از لحاظ علمی چه سطحی دارن. در مواردی هم خوششون میامد که علمی نداشته باشه. و در ایران که اصلا سنت بود، شاهد سواد نداشتن. صدر اعظم ها اینها با سواد میبودن. حالا چرا شاه سواد نداره سنت بود؟ برای اینکه میگفتن شاه با سواد این میخواد در تمام درشت امور بگه من طبق دستور رو انجام میگیره و این هم تو کاخ خودش نه تون اشراف به همه شاد داشته باشه، امور به هم میرزه. حالا که صدر اعظم اگر او بی سواد باشه، صدر اعظم با سواد با موز دخل و تصرفش در امور کمتر میکنه و اجازه میده دیوان سالاران و فن سالاران اینا بیشتر امور رو تصدی کنن، کار کشور بهتر اداره میشه. میگه شما میبینید که قالب پادشاه ها اونایی که در نام و نشانی از خودشون در تاریخ ایران گذاشتن، اینا صدر اعظم های خیلی برجسته داشتن، چه پیش از اسلام چه بعد از اسلام. با این توضیحات که عرض کردم ما وارد میشیم به بحث امشب. عرض کنم به شما پس این مهم که از دید آقای فوکو ازش قافل شده بود، این نقش طرز فکر اندیشه راهنماس اوست که میگه علم چگونه کاربرد داشته باشه. فوکو یه حرف دیگه هم میزند، میگوید به این که این اندیشه های راهنما همه بیان قدرت هست. حالا در این کتاب رشد جلد دوم که تصحیحش رو تمام کردیم، بعد یه دور دیگر هم آقایی تصحیح بکنه، این در اونجا این توضیح دادیم که ایشون اشتباه میکنه به لحاظی که لحظه اول مثلا پرش کنم فکر خلق باشه، اندیشه میباید آزاد باشه، مستقل باشه تا بتونه خلق کنه، ایجاد بکنه. پس اون ایجاد اندیشه، اگر اندیشه خلق کرده باشه، این اون چی که خلق میکنه حقه. بنابراین اندیشه، هر اندیشه راهنمایی در آغاز بیان استقلال آزادی بوده، غیر از این نمیتونست باشه. ولی شما بیا به جامعه پیشنهاد کنی که من میخوام به تو زور بدم بیا تحت امر من، میگه با نمیام. باید به اون مردم میگه که شما آدم هایی هستید، اگر این دینه بپذیرید یا این مرامی بپذیرید، صاحب این حقوق میشید، زندگیتون اینطور میشه و جامعتون اونجور میشه تا بپذیرن. مثلا فرض کنید که اگر مردم ایران بهشون میگه آقای خمینی در نفلو شاتو، دیگه تجربه عملیشو ببینید، در نفلو شاتو آقای خمینی اگر میامد میگفت که ولایت مطلقه با من است و معنای ولایت مطلقه این است که من بر جان و مال و ناموس مردم بصیرت دارم، اگه به همچه فرمایشی میفرمودن، خب این تمام دنیا میریختنش که ای بابا این توتالیتاری واقعا برگرده قرن قرون وسطا، خود چه پاپ قرون وسطایی میبینه، چون فرنگی ها اون رو امتحان کرده بودن دوران اون رو.
و خود مردم ایران هم زیر بار نمی رفتن بیداری بابا، اونی که تازه توجیه ایدئولوژیک ندارد، فقط میگه من میخوام ایران به زور به دروازه تقدر بزرگ برسونم. اون این فساد و جنایت و خیانت و هر چیز رو به نام ترقی توجیه میکرد. این که اصلا برای خودش میگه همه من هم که دین، یعنی من این با این چجوری سرورم که اختیارات مطلق هم به خودش میگه. پس اینجا رو ولایت با جمهور مردمه، جز هم از حقوق حرف ندارد. این بیان استقلال آزادی از زبان خود این آدم در همین نخلا شاتو اظهار شد. این یک نمونه. نمونه دومش که آقای نجات بخش هم یه وقت مقاله در باب این فرمایشات آقای لنین جمع آوری کرده بود که قبلا چه فرمایشات می فرمودن، بعد چه فرمایشات فرمودن. بعد هم گفتن که ما اونا رو حرفا رو به فریب زدیم. اخلاق ما اخلاق بورژواها، ما چون انقلابی هستیم حق داریم به بورژواها دروغ بدیم، تقلب بکنیم، کلا سرشون بزنیم. در توجیه این که قبلا طرفدار دموکراسی بوده و چه بوده و چه بوده. خب خود مارکس هم این که نمیگه ما دیکتاتوری پرولتاریا میخوایم درست کنیم که به اصطلاح یک استبداد فراگیری رو حاکم کنیم بر جامعه های بشری. حتی اون واکنین هم که این هشدار داد رو این طرز فکر توتالیتاریسم میاد. این میگوزن نه، ما اصلا این تحول دیالکتیکی یعنی این که بورژوا از بورژوا بودن رها میشه که از خود بیگانه شده در بورژوا سرمایه دار میشه، انسان کارگر هم از مزدوری که خودشو میفروشه از این از خود بیگانگی رها میشه، میشه انسان. دوتایی آشتی میکنن در انسانیت. اگر نه، اگر میگفت که نه این همین یک استالینی در آستین دارم و این مرام بپذیرید این بلاها سرتون میاد که استالین آورد سر روسیه. خب مردم دیوانه نبودن که بگم بیار قبول کنن بگم. حالا برام های دیگر را هم شما توجه بکنید، مثلا فرض کنید همین لیبرالیسم در مورد اقتصاد، از مثلا اقتصاد رقابت بازار کامل صحبت میکنه. یک شرایط اونجا شش تا شرط قائل میشه که اونها اگر رعایت بشون بله کسی سرش کلا نمیره و در حد هزینه تولید فراورده ها با هم مبادله میشون. خواهیم آمد میگفت نخیر، این نتیجهش میشه این سرمایه داری که یک توتالیتاریسم دیگه الان و خوبتر از بقیه هست. تمام زندگی بشر رو فرا گرفته، آینده های دور شد همینطور. من اینجوره خب مردم تقدیم میگردم که باید تن بدن به این مرام. خب بنابراین در این با این جا که میرسیم توجه شما جلب میشود به دو امر مهم. یکی این که علم و فن خود اگر بشه مرام، یعنی خود تشخیص بده که ارزش ها رو تعیین بکنه چی خوبه چی بده، میشه مرام. اگر شد مرام چه وضعیتی پیش میاد. دو این که علم و فن خود به خود کاربرد خودشون رو معین نمی کنه، طرز فکر هاست که به اون علم و فن کاربرد میده. این یک نکته. دو اینکه هر اندیشه راهنمایی در آغاز زمان خلق و اظهار این نمیتونه بیان استقلال و آزادی نباشه، مگر اینکه توجیهی چیز ساخته توجیهی باشه. مثل انشابا که میشه تجربه ایدئولوژی انتاب سر همین اسلام دیگه، اینقدر فرقه و اینا در آمد، اینا توجیهاته، این چیزهای خلق نیست. غالبا هم اینها از خود بیگانه کردن دینه
برای قابل به کار بردن باشه در قدرت مداری. حالا که این رو شنیدیم، پس بحث ما می رود روی این که خواله ابن فن رابطش و اندیشه ما دانشتیم چند تا ترکیب میتونه میشه با علم و فن ایجاد کرد. آقای تافلر نویسنده امریکایی است، او میگه که علم و فن قدرت ترکیب میشود از علم و فن به علاوه ثروت به علاوه زور، قدرت به اصطلاح زور. خب اونجا با توجه به این که الان ما گفتیم این نقش مران رو، طرز فکر و اندیشه آدم ها رو، او هم از این غافل شده که خود این ترکیب هم محتاج توجیه، مثلا مشروعیت میخواد. شما ممکنه مثلا کسی علم و فن داره، مخابره فرض یه بانک بزنه، این ترکیب میکنه قول ایشون علم و فن رو با اصطلاح زور و ثروت هم مخارد باید بزنه که اینا بشه صاحب قدرت. باید این چجوری توجیه میکنه؟ باید در بقبولانه که این کار باید بشوند، حقانیت بده به این کار. این اون کار مرامه، منهای اون ترکیبی انجام نمیده. اینکه طرز فکر آدم چگونه باشه، اون ترکیبی که با علم و فن ایجاد میشه با هم فرق کنه. تازه اینا قدرت نیست، یه امر دیگه هم ازش غافله ایشون. اون این است که اون که قدرت رابطه است بین رابطه هم. یه طرف میشه قوی تر، یه طرف میشه ضعیف تر. اون ترکیب در این رابطه است که بکار میده. اگر این رابطه نباشه، ترکیب برای این کار بود. کسی که مثلا میره و خب بانک بزنه، یه رابطه برقرار میکنه با اون پول بانک، میگه این پولدارا فرض کنیم، ما میگه توجهش اینه که نه همه دوزیه. مثلا این جوان هایی که دوره شاید توجیه میکردن، میرفتن کتاب میدوزیدن از مغازه ها جنس بود و زیدن، و بعد هم میگفت اینا نفت ما رو خوردن، زیادی خوردن، ما یک قیراط از اون رو هم بر نمیگردیم، ما این کار مثلا تلافی میکردن. خب این تلافی کردن توجیهش بود که اونایی که طرز فکر دینی داشتن توجیه شرعی میداره برایش میساختن. هم طرفتن از آقای خمینی هم پرسیدن که این جایزه یا خیر. اونایی که مارکسیست بودن که اصلا میگفتن مال سرمایه داری باید خوب. خب این با توجه به این امر مهم اینه که تا اون رابطه نباشه، رابطه این آقایی که میخواد بانکی بزنه و اون پولای صاحبان پولای بانک از دید این مثلا اینا خودشون دوزای خواهی بودن، از دوز حسن هم داره اونا، یا بریم که اصلاح مجازات و مکافات دستایشکی دیگه که دانشجوی پزشکی پول نداشت، از یکی پول قرض میکرد گرفتاری که این پیرزن کفتار و و و و و این پولای مردم و خانه مردم رو خراب میکنه، پولاش هم به هیچ دردی نمیخوره جز عذاب دادن به مردم. هرگاه من این رو بکشم و پولهای این رو بردارم، خرج این بکنم که تبیید بشوم، بعد میتونم هزارها انسان رو از مرگ برهم. باید توجیه کردم دیگه. و برای اینه که این مرام تعیین کننده است. یه رابطه با اون پیرزن باید برقرار بشه تا این ترکیب به کار بره. اون رابطه و این ترکیب هم توجیه میخواد، اونم با مرام خودش میکنه. که البته داستایفسکی
میگوید که بلکه این جنایت انجام داد، تازه متوجه شد که دیگه دانشجو نیست، یک جنایتکاره. و قبل از تجربه اگر میدانست این کار نمیکرد. خب آیا این تنها ترکیبه؟ نه، ترکیب دیگری هم میتونه داشته باشه دانش و فن. اون کدومه؟ اون اینه که با حقوق ترکیب بشه. ولی لازم است بیانی است که بیان اندیشه راهنمایی است که حقوق مثلا انسان، حقوق شهروندی، حقوق ملی توش باشه. به ترتیبی که این علم و فن رو بگه من این رو به کار میبرم برای اینکه حقوق منتر زندگی کنم. مثلا از حقوق شهروندی، از اقتصادی شهروندی، یکی این است که انسان ها در اون نیازهای اساسیشون بشود و نمیتوان این رو توجیه کرد که چون کار نکرده، چون چه کرده چه نکرده، پس این گرسنه موندنش هم عیبی نداره. نه، این باید که این مثلا جز حقوق اقتصادی هر شهروند. خب حالا این مهم ایرانی ها فرض کنیم از این برخوردار باشند. همه ایرانی ها تغذیه از جهت مسکن، از جهت پوشاک و تعلیم و تربیت لازم تا اینکه انسان بتونه عضو فعال جامعه باشه، اینها هر ایرانی به اینها حق داره. خب علم و فن به کار می رود در اینکه جامعه بتونه برخوردار باشه از این. خب به کار می ره با چی؟ خود علم و فن نیروی محرکه است دیگه. به کار می ره با ترکیبی با نیروهای محرکه دیگه. یکی اولش انسان که هم نیروی محرکه است، هم نیروی محرکه سازه. خب فرض کنیم سر با سرمایه، عرض کنم شما با مواد اولیه و با امکانات هر منطقه، اینها یک ترکیب درست میکنه و این ترکیب به کار میاندازه برای اینکه مثلا مردم اون منطقه همه از لحاظ تغذیه تامین میشن. شما این چقدر فرق میکنه؟ فرض کنید تو ایران بر این مبنا قرار بود که عمل بشه، یعنی دولت موظف میشد که این طبق حقوق شهروندی مردم هر منطقه این چهار تا نیازشون برآورده بشه. پس نیروهای محرکه ناگزیر بود در کل کشور به ترکیبی از اونها بسازه که در هر منطقه زندگی برای شهروندان ایرانی از لحاظ اقتصادی این نیازها رو برمی‌آورد. ولی آخه اگر این تو سرش نبود، طرز فکر این بود که حفظ نظام اوجب واجبات است. و اینجور به خودش رو اوجب واجبات میدونه، بودجه رو جوری اون علم و دانش رو هم جوری به کار میبره که بقای خودش رو اول تضمین بکنه. چون اصلا حقوق، مفهوم حقوق تو ذهنش نیست، از به کار بردن نیروهای، ترکیبی از نیروهای محرکه برای اینکه انسانها از حقوق برخوردار بشن، این هم تو ذهنش نمیاد. وقتی تو ذهن اون نیست که انسان حقوقمنده، تو ذهنش هست که انسان تکلیفمنده. بسیاری از روحانیون دیگه، من یادم بکنم اما اوائل انقلاب میگفتن که اصلا این شیوه، یه روز همین آقای رجایی آمد تو جلسه گفت که گفتیم این آقای صدر رو، وزیر بازرگانی بود آقای رضا صدر، این رو
معرفی بشه و عنوان وزیر بازرگانی. اول آورد گفت که این تو سفارت امریکا این اسناد راجب این آدم هست. گفت خب یا ببینیم چی میگه اسناد. آورد دو همش تعریف از اون چیزی تکسیبی نبود. گفت خب اینه که شما میگی اسناد اینا که همش به نفع میگه. گفت خب بله. گفت خب بله خب باید بکن برش. گفت نه مگر امام نگفت که مردم باید ریاست بکنش. بعدم رفت دادم شدن مصیبت آقا این مصیبت خب مصیبت به جان ایران افتاد. خب این تو ذهنش این بود وقتی تو کلش همچه طرز فکرش این است که مردم ایران باید ریاضت بکشن، این که ایرانی به عنوان شهروند حق دارد بر نان، حق دارد بر مسکن، حق دارد بر پوشاک، حق دارد بر بهداشت، حق دارد بر عرض کنم تعلیم و تربیت، تو ذهنش نمیام. پس اون نمیتونه ترکیبی از نیروهای محرکه درست کنه که ایرانی ها رو از این حق برخوردار بکنه. خب این خیال نکنی مال ایران فقط. در همسایه ما عراق بود آقای رژیم صدام، همین آقای اسد در سوریه بود، این چه کشوری شده. حالا اونجا نه، این اروپا. اینها در اروپا قبوله که این اصطلاح اینها جزء حقوق شهروندی است، اما در عمل تا بیاد اولا به اینجا برسه چقدر این زمان برده. بدنش که طرز فکرها این رو نمی گفته. طرز فکر لیبرالی نمی گوید که یک حقوق شهروندی وجود دارد که کابسلا کارگر باید این حقوق رو ازش برخوردار باشه. پس اگر نیمه کار زیاد ازش کشیدن و به حد اقل مزد بهش دادن این میشه باید کرد. من دیشب بود اینجا صحبت این بود که این آمازون که کتاب توضیح میکنه این چه پدری از این کارکنانش در این که الان در غرب اینقدر وسیعه. این به لحاظ اینکه تو ذهن طرز فکرهایی که اصلا حتی وقتی در فکر سوسیالیسته، حتی وقتی چپ به قول اینا افراطیه، اون که اول میاد تو ذهنش قدرت که این باید تصرف بکنه، بعد اون قدرت به کار بگیره، نظام طبقاتی رو تغییر بده. اون نتیجه این که حقوق رو هم چون آقای مارکس گفته اینا حقوق بازی های بورژوازی است، تو ذهنش نمیاد که به نیروهای محرکه رو با این حقوق باید ترکیب کنه و پیشنهاد کنه. خب میگید نه این ریاست جمهوری آقای سارکوزی آقای هولاند، چون این مواد کجا بود تو این حرفای این دو طرف؟ اصلا به این ترتیب طرح مسئله نمی کنم. حالا من برای شما انجام دادم. برای این که تو ذهن هر دو طرف همون ترکیبی است که تافلر میگوید، علم و پند با ثروت و قدرت به معنای زور ترکیب میدهد. این ترکیبی که حالا سوسیالیسم میگه اینجوری میشه به کار برد، اون دستراسی میگه اونجوری میشه به کار برد. اینکه نه یه ترکیب دیگری ممکنه با حقوق، نه تو ذهنها نمیاد. و این به نظر من فاجعه ای که انسان امروز بهش گرفتاره. انسان های قبل از امروز هم همینطور و این محیط زیستم داره قربانی میشود. مثلا همین مثلا این طبیعت حق دارد بر سلامت، حق دارد بر امران، حق دارد. برای که من و شما و همه جاندارا هم
گیاهان دیشب بود یا پریشب یک برنامه دیدیم که که این گیاهان دفاع میکنن از خودشون. وقتی بهشون حمله میشه سمی منتشر میکنن و اگر به یک گیاهی حمله بشود او به گیاهای دیگر هم اطلاع میده که آماده باشید در شما هم این حمله صورت خواهد کرد. بعد این گذاشت توی محلی و یک گیاهی مثلا بهش برگاش رو پاره کرد، درش پارگی ایجاد کرد، یعنی مثلا حمله شده، گذاشت کنار دو تا گیاه دیگه و از مدتی این فعل آن حالات رو نشون داد که این به اونا اطلاع داد و اونا هم مثلا آماده دفاع شدن در برابر این هجوم. پس گیاهان هم معلوم شد حرف میزنن. ما خیال میکردیم اینا چه گیاه چه میبرم چه بچه. اتفاقا در شاهنامه یادم آمد، وقتی رو دیدم یاد شاهنامه افتادم که بهرام گور عرض کنم که رفته بود شکار، تشنه شد و خسته شد و یک باقی دید، خیلی باغ انگور خیلی مفصلی، و رفت به طرف اون باغ و باغبان گفت که یک جامی عرض کنم آب انگور به من بده. اونم رفت و یک خوشه بزرگ رو آبش گرفت و داد دست بهرام. آرام همینجور که این رفت می نوشید به این با نگاه کرد، طمع کرد به این با، گفت برای یه جام دیگه بیار. این دفعه آوردید آب انگور خیلی کمتر شد. گفت که این چطور این کمتر شد؟ خسارت به خرج دادی؟ گفت نبازم، این خوشه این همون خوشه، به اندازه همون خوشه. در دل اعلی حضرت چه بد گذشته که این خوشه آبش کم شده، در علت رو در شما باید دید. برام هم میدونست که بله، او در دلش گذشته بود که این باغ صاحب میشد، خوب بود. خجل شد. بله، به این ترتیب سنا. حالا اگر این بشر میپذیرفت که این طبیعت حق دارد بر سلامت و امرار، خب از روز اول این سرمایه گذاری هایی که میکرد لحاظ میکرد دیگه که این حق طبیعت باید رعایت بشود. دیگه نمیشد که حالا بعد از اینکه کار داره از کار میگذره بیا ببینی که آقا این زمین داره گرم میشه و اگه قطبای شمال جنوب آب بشوند من انگلستان رو میره زیر آب و کجا چی میشود. یا الان همین الان صحبت اینه که کشورهای خاورمیانه دچار قحطی میشوند و بی آبی میشوند. ما سیل مهاجرت اون وقت برخواهد خواست، خصوصا از ایران. و اون آقای کرف هم که گفت که 50 میلیون باید از ایران مهاجرت کنند. خب چرا این رو به اینجا رسیده؟ واگه در ریاست جمهوری هاتون هست که از اصلا برنامه من عنوانش هم بود ایران سبز. کارهایی هم که شروع کردیم اول برای همین ایران سبز بود که با خوزستان شروع کردیم که شبکه آبیاری دوران ساسانی رو تجدید کنیم، زمین های بیشتری بنابراین زیر آب و سبز شد. گفتی حالا چه شد که این ایران الان شده بیابان؟ چون نه در دید طرز فکر حاکم بر رژیم شاه و رژیم و طرز فکر حاکم بر این آقایانه که فعلا دارن حکومت میکنن، این همچه حق شناخته نیست. وقتی که پای درخت ها رو آهک میریزن که بخشکد، روحانی این کار میکنن که این بشه زمین، بعد به عنوان زمین بفروشه پول بزنه به جیب، این یه معناش اینه که برای طبیعت حقی قائل نیست. چون حقی قائل نیست
فن رو میفهمه، اون فنی که عبارت میشه چجوری خشکاندن گیاه باشه به کار میبره در خشکاندن درخت. خب حالا شما الان از یک امر بسیار مهمی آگاه شدید، متوجه شدید که چرا این ما در این وضعیت، چرا غربی که مدعی بود بله این راه رشد پیدا کرده و نمیدونم هوش ماده خاکستری دارد، مغزش و این هوش خلاق دارد و چه دارد و چه دارد، رسیده به بنبست. میگه این اسطوره رشد شکست، واقعیت نداشت، اسطوره بود، رسیدیم به بنبست. خود چون میگن دیگه، چون در اون نظریه های رشد در همون اول رشد نگاه کنی، اینا خیلی زحمت برده، این 30 سال کار شده روی این کتاب ها، به اینا حتما مراجعه کنی. اونجا متوجه میشید که توی هیچ کدام از این طرز فکرهای رشد برای طبیعت حقی قائل نشده، جز این اخیراً که این سبت‌ها وارد کار شدن، تازه تازه وارد شده، نه به معنای حق، به این معنایی که ما داریم ازش حرف میزنیم، بلکه با عنوان ترس، ترس از این که این محیط زیست آلوده شه و زندگی به خطر چنون چنان میفته. ترس یه رابطه قواست. انسان غربی معتقد بوده که انسان بر طبیعت مسلطه، پس هر غلط خاص میتونه برای این طبیعت بکنه. هرگاه این علم و فن و نیروهای محدثی دیگر رو میخواست با حقوق ترکیب بکنه، این راه رشد دیگری در پیش میگره. جهان ما امروز جهان دیگری، همکنون 2/3 تولید بشر تخریبی است. نه تنها به لحاظ که بمب و عرض کنم تسلیحات و اتم و متم اینا تخریبی است، نه تنها برای این دیوان سالاری های عظیم که اینا میذارن به پای ترکیب چیز دیگه، تولید ناخالص ملی، اینها تخریبی است. از اون کالاهایی هم که تولید میکنن، مصرف روزانه داره برای انسان ها، بخش مهمش تخریبه، مخرب تن است. هرگاه بر طبق حقوق انسان قرار بود این تولید انجام بگیره، و این 2/3 تخریبی انجام نمیگیره. حالا همین 2/3 شما جاش بدید به کالاهایی که به درد برآوردن نیازهای واقعی انسان بخوره. و در کره زمین یک نفر بید. نه الان گرسنه داشتیم و نه این که این جنگ های بیرسیل مهاجرت که ما حالا از ترس بان شدن باید فکر نمی کنیم که تکلیف ایرانی ها چه میشه، یا 50 میلیون چجوری کجا دنیا مهاجرت کنیم. خب عرض کنم به شما پس این دوتا ترکیب ما دانستیم. حالا نیروهای محرکه‌ای که با این در این دوتا دخالت میکنه، در این دوتا ترکیب، ترکیب با قدرت، ترکیب قدرت میسازه، یعنی کاربردش در روابط قواست، ترکیبی که با حقوقه. اولش این که نخبه ها، الان تو دنیا دیگه دنیای نخبه هاست دیگه، نخبه ها برای خودشون حاکمیت قائلن، یعنی در ایران که نیست که ولایت مطلقه فقیه هست، تو غرب هم همینطوره دیگه، نخبه ها که من دیگه میگوین سیاست رو که اهل سیاست بلدن، برای اینکه کار خیلی پیچیده ایست، کسانی باید به این کار تصدی کنن که حرفشون سیاسته، مردم عادی اینا رو نمیفهمن، نمیتونن. اومد رو عرض کنم به شما امور فنی هم که فن شناسان بلدن،
اونها مردم عادی نمیدونن. اینقدر این فن دانش بیشتر که مردم عادی چی آدم های نوسته را که این فن و دانشی هم آموختن، این اگر مرتب به روز نکنن دانسته های خود رو، اون هم بعد از مدت جزء بیسواد ها میشوند. پس اینها اون هم اونها باید حکومت کنند. پوزیتیویست هم که میگویند که دانشمندان چون دانش بی طرف هست، پس دانشمندان بی طرف هن. اونها اگر بر جامعه ها حکومت ولایت داشته باشند، کار جامعه ها رو بهتر درست انجام میدن. فقط مردم حق دارن انتخاب کنند بین دانشمندان. این خلاصه نخبه گرایی است. خود نفس نخبه گرا که وقتی شما میگی نخبه، صحبت اختیار دیگه، چون اگر قدرت تو کار نبود، بگیم که این قدرت ترکیبی که گفتیم بذار کنار، خب من شما این نخبه فرض کنیم، با غیر نخبه چه رابطی میتونیم داشته باشیم؟ به نهای قدرت هم غیر انتقال اون چی که میدانیم کار دیگه هست نیست. ما میتونیم به او انتقاد بدیم دانش و فنی که داریم میدونیم یا بینشی که بلدیم. همین من اینکه گفتم ولایت مطلقه کاربردی جز زور نداره، این یک حرف دقیقی است. برای اینکه اگر آقای فقیه قدرت بردار از رابطه، فرض کنیم که آقای فقیه با غیر فقیه در رابطه قوا قرار نمیگیرن، چه رابطه دیگری میشه برقرار کرد بین او و غیر فقیه جز انتقال فقه از او به غیر فقیه؟ کار دیگه از او ساخته است؟ نه. اینه که او میتونه الگو باشه، ببر بگه که من فقیه به این فقه عمل کردم، بفرمایید این زندگی دارم. این تنها کاری که میتونه بکنه. اما وقتی پای قدرت آمد ببینم که بتونه با دیگری رابطه قوا برقرار کنه، او وقت فقه به کار این میاد که توجیه کند زورگویی این آقای فقیه رو به غیر فقیه. همین کاری که داره میکنه دیگه. در این مصاحبه روز جمعه توضیح دادم که این ولایت فقیه کاربردی جز زور ندارد، برای اینکه حقوق انسانی که من دارم و شما داریم، خود ما باید عمل کنیم. دیگری به جای من نمیتونه نفس بکشه، دیگری به جای من نمیتونه دانش بیاموزه، هر کسی خود باید به حقوقش عمل کنه. ذاتی حیات دیگه. شهروندم، هر ایرانی شهروند، این حقوق خود شهروندی هم خودش باید تصدی کنه. حقوق ملی هم مال جامعه ایرانی، این جامعه باید تصدی کنه. آقای فقیه تو این وسط چه کاره ای؟ اگر قرار بر عمل به حق باشه هیچ محلی نداری. دستیت معنا نمیده. ها اگر قراره بر این باشه، آقای خامنه‌ای گفته اجرای احکام، احکام اگر این حقوق هم که هر انسان باید تصدی کنه، غیر حق که مال دین نمیشه باشه، حکم زوره. با کدوم احکام شما میخوای انجام بدی؟ فرض کنیم که اون میام میگه آقا من به اصطلاح، خب بله هر کس باید حقوق پیش رو تصدی کنه و عمل کنه، درست، اما بعضی ها ممکنه تجاوز کنن به حقوق من و شما. اون فقیه ولایت داره که جلو رو بگیره. خوبی دروغه. چرا؟ بذاره که مقام رسیدگی به این که کی به کی تجاوز کرده کیه؟ قاضی. ولایت مطلقه هم لازم نداره، باید بی‌طرف باشه. دو طرف برن پهلوی او، یکی شکایت کنن به اون قاضی، بگه این به حقوق من تجاوز کرده. اون قاضی به با حقوق به حق بسنجه، این ببینه که اگر تجاوز انجام گرفته، بگه که اون حق رو به حقدار برگردونه. خب
حالا این حکم صادر کرد، کی اجرا میکنه؟ قوه مجریه. کار اون این است که حکم قاضی رو اجرا میکنه. خلو هرگاه این قانون حقوق هم به مواد قانونی در آمده باشد، مثلا آمده باشه حقوق انسان این مواد با، حقوق شهروندی این مواد با، خب این هم یه اصلا قوه مقدره کارش انجام داده اونجاست. آقای فقیه سرکار این مثلا چی کاره؟ اشکاله. پس چون شما در قلم روی حق اصلا نقشی نمیتوانی داشته باشی، کاری که میتوانی و میکنی چیه؟ در قلم روی قدرت و زورگویی، به معنای زورگوییش اونجا انجام میدی. من گفتم حتی یک مورد از زمانی که آقای خمینی برگشته به تهران، قبلش نه، قبلش چون دم از ولایت نمیزد، اونجا دم از دفاع از حقوق میزد، یادش بود که حقوق انسانی وجود دارد، همین آرام میگفت. از دسته ای که ایشون دم از ولایت زده، بعدم آقای خامنه ای تا امروز، یه مورد بیان بگه که این آقای عرض کنم که فقیه، ولی فقیه این مورد دفاع از حق کرده، حق یک انسان، یک شهروند ایرانی، حقی از حقوق ملت، یک مورد. تمام موارد زورگوییست. حالا دیدم که در این صحبت مجلس خبرگانششون فرمایش فرمودن که بله، اونهایی که نسبت به استقلال دارن انقاد میکنند و شبهه ایجاد میکنند، اینا با آزادیش که میخوان نباشند. خب یعنی آقا متوجه شده که استقلال از آزادی جدایی ناپذیر. حالا همین فرمایش فرموده، همین. بعد امروز خوندم که ایشون گفته که این چیزهای انترنت و اینها رو بیشتر کنترل بشه. نمیتونه غیر از این عمل کنه که اگر بخواد بیا رو اون قلم روی حقوق ملحد میشه، بیا بگه ها من اختیار مطلق دارم بر شما، شما مردم به حقوق خودتون عمل کنید. بسیار خوب، مردم هم میگن عمل میکنیم. خب بعد چیه شما دیگه، بعد کار چیه اونجا؟ این همه بیت رهبری 4000 تا میگن مستخدم اونجا جمع کردی، یک وزارت خانه بزرگ، اینا چی کاری دارن اونجا میکنن؟ من میخوام به حقوق عمل کنم، این دستگاه چیه شما اونجا رو انداختی؟ خب توجه شو، این اهمیتش اینه که به اصطلاح نیروهای محرکه که چگونه ترکیب بشون، اینا برمیگرده به این که شما با چه طرز فکر اینا رو ترکیب میکنید. علم و دانش خودش نمیتونه بگه من با چی ترکیب بکنم. یه طرز فکر میتونه اون رو ترکیب بکنه، بمب اتم ازش بسازه، یه طرز فکر میتونه اون رو به کار ببره، مثلا داروی سرطان کشف کنه، تولید کنه. دو تا طرز فکر. خب هرگاه اون آدم نخبه باشه بخواد بگه نخبه این باید بر بقیه حکومت بکنه، این چون به قدرت اصالت میده، پس ترکیبی که میسازه مساعد چیه؟ ترکیبی است از نیروهای محرکه که در قدرت کاربرد دارن. حالا دیدم آقای غلام گفته است به این که ما اشتباهات چه گفته در یک کتابی گویا در بیاد یاد در تازگی دارم، گفته باید روز اول من می آمدم به مردم می گفتم وضعیتی که تحویل گرفتم چیه. دیدم که من مرتب اینه می گفتم که این آقا باید این کار می کرد، چون شما وقتی نه مردم نمیدونن چه وضعیت تحویل گرفتی، بعد میبینن که اونه که وعده هایی که دادی عمل نشد،
خب میان یه عقد میچسبن، میگن که میان همینجا سقوط میکنن میزان محبوبیت این آدم، چون فرض مردم اینه که نیست که یک وضعیت از دست رفته گیر این آقا تصدی کرده. حالا چرا این رو نگفتی؟ نگفته برای اینکه فکر کردم این در جامعه خیلی اثر منفی ممکنه بگذاره و یه حالت چیزی به مردم دست بود. ما رفتیم امریکا یاد شما هست که در اون کمیسیون، اون آقای رئیس کمیسیون گفت که خب اگر اینی که شما میگی اکتوب سورپرایز این زد و بند محرمانه انجام شده باشد، معناش اینه که دولت امریکا از اون تاریخ غیر مشروعه. ما چگونه میتونیم اینو قبول کنیم؟ گفتم آقا جون، یا شما قبول میکنید دموکراسی رو دارید، یا نمیکنید شبه دموکراسی خواهید داشت. انتخابش آسانه. اگر حق میگرفت اون آدم این سوال از من نمیکرد. چون قدرت رو مبنا قرار داده بود، پس این سوال کرد. حاصلش این گزارش کمیسیون رسیدگی شد که حالا بعد اسناد در آمد. همین آقای رئیس و اون طرفی که این سندار فرستاده که اینا در کتابخانه آقای بوشین پیدا کردن، در فرانسه فلان پیدا کردن، گفت اینا اگر اون وقت دست ما میرسید جور دیگری رای میدادیم. خب شما اون وقت تو ذهنت این بوده که دولت امریکا رو نمیشه گفت که چون تقلب کرده در انتخابات، یک معامله پنهانی کرده، این غیر قانونیه. تو ذهنت این بوده، پس سانسور میکردی. آخر هم ورداشته نشته که ما نمیگوییم زد و بندی نشده است، میگوییم سندی پیدا نکردیم که شده است. حالا که سند بعد پیدا شد، معلوم شد که بله آقای کیسی به مادرید رفته، بعد سند پیدا شد که آقای ریگان چه کرده، آقای بوشی، همینا پیدا شد. خب چرا اینا رو شما ادا همین که چیز اتفاقا تو کاخ سفید هم بوده، همین سندی که گزارش سفیر امریکا در مادرید که این آقا آمده اونجا، تو کاخ سفید این سند وجود داشته باشه، ولی ندادن به کمیته تحقیق. اینا بگیم که تفاوت ها فوق العاده تعیین کننده است. شما اگر حق رو قبول مبنا قرار بدی، با مردم یه جور حرف میزنی. قدرت مبنا بدی میشه همین اصلاح طلبا که میبینی هر چیزی مثل گربه مرتضی علی، هر فرقه ای برای هر چی توجیه داره جز برای حق. برای این زد و بند اتمی، این فضاحت چیزی ایران رو بردن تحت این تعهدات عجیب غریب توجیه داره، برای مهندسی انتخابات توجیه داره. اون تازه اون که از این یک کار اونورتره، میگه که ما تیم فوتبالیم، شما خارجی دستن، شما یعنی اونایی که میگن رژیم نباشه اونا خارجن، ما داخلیم. حالا امروز مثلا هفتم هشتمین، این امکان داره که یه روز بشیم اول، ولی شما هیچ وقت هیچ امکانی ندارید. خب این که تو ذهن این آدم قدرت هدفه نه حق، این اصلا نمیاد تو ذهنش، نمیاد. آقا قرار نبود که شما هشتم بشی اول، این گندکاری های آقای خامنه‌ای رو شما تصدی بفرمایید. قرار بود که آقای ملی مذهبی، استقلال، آزادی، هدف باید این می بود. اگر هدف تو این باشه، دیگه شما تو اون رژیم کاری نباید داشته باشی که هشتم باشی یا اول باشی. توجیه می تراشه. آقا این فضاحت اتمی رو انجام داده، سا این چیز بیان رو آمده، بعد در تهران میگه آقا چرا نمیری مجلس؟ میگه ما چیزی امضا نکردیم ببریم مجلس. تازه آقای رهبر میگه نه باید برود مجلس، نمیشه کنار گذاشت از این مسئله.
حالا اون آقای رئیس مجلس هم گفته ما تصویب میکنیم. حالا این در خارج هم براش توضیح میتراشه. بله اینا یک چیزایی هست که تو این توافق خلال. ولی یک روح جدیدی ایجاد میکنن. چجوری روح جدیدی؟ برای کی ایجاد میکنن؟ اون رژیم ایجاد میکنن که از تنگنا بیا بیرون، یا برای مردم ایجاد میکنن که به حقوقشون برسن؟ کدومش؟ یه ملتی که تحت قیمومت بین‌المللی قرار میگیرد کدوم رویه رو پیدا میکنه؟ میسازه. الان زمان ما سر آمده بود. خب حالا این دیگه مقداری بس شیرین شد. از کنم به شما که دیگه دار ناچاریم تمام کنیم بقیه رو بذاریم گفتگو آینده. ولی به نظرم اون عنصر اصلی بحث واضح و روشن شد. دو ترکیب، دو بینش لازم داره، دو طرز فکر لازم داره. اهمیت اندیشه راهنما اینجاست. اگر این اندیشه استقلال و آزادی است، ترکیب نیروهای محرکه با به حقوق ممکنه. اگر بیان و قدرت با نیروهای محرکه با قدرت ممکنه. بعد هم دارم یاد داشت کنم. یزدی نام 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 پرسادم.